سلام سلام به گیمر جورجوری و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه، یه ویدیو آموزش دیگه. و من اومدم که این خونه‌ای که پشت سر من هستش رو بهتون آموزش بدم. بله بله، من یه خونه لاشکی براتون طراحی کردم که شما بتونید بسازید و تقریبا نقلی هستش، ولی من مطمئنم که اگر هم یه کوچولو بزرگتر باشه اشکال نداره، چون که داخل غار هستش و خودتون میتونید اندازه‌گیری کنید که چقدر داخلش رو بسازید. بله، من نه تنها بیرونش رو بلکه داخلش رو هم براتون آموزش میدم و اینجا یک غار لاشکی بسیار بسیار زیبا هستش. بریم داخل خونه رو ببینیم. به به، همینجا که میایم سمت راستمون، نه سمت چپه، من چپ و راستم قاطی کردم، اینجا سمت چپ یه دونه آشپزخونه میبینیم که بروینگ سن داره. سمت راستمون چست روم هستش. میایم این جلو که بله، این سمت راست من یه جایی دارم که میتونم استند بذارم و آرمورهامو بذارم. اینجا تختم هستش، انچنتینگ روم هستش و اینجا هم حالا میتونم آیتم هام رو ذوب کنم. من قدم به قدم اینو آموزش میدم و لیست لوازمی که لازم دارید برای ساخت این خونه لاشکیبی رو روی تصویر میبینید و حتی وسایلی که داخل خونه هست هم هستش رو براتون گذاشتم اینجا. پس بریم قدم به قدم این خونه رو ببینیم که چجوری باید بسازیم. خب من اینجا یه دنیایی رو لود کردم. اول از همه باید پیدا کنیم که کجا میخوایم بیسمون رو بسازیم. خب برای اینکه حالا بایوم لاشکیو رو پیدا کنیم، راحت ترین کار همونه که درخت ازلیا پیدا کنیم. درخت ازلیا اگر پیدا کردید، اگر زیرش رو بکنید که من اینجا یه دونه و یه دونه اونجا هستش، حتما به یک لاشکیو میرسید. سعی کنید لاشکیوی پیدا کنید که ارتفاع سقفش زیاد باشه. خب مثلا این همینجا هم خوب هستش، ولی همینجوری بگردم که حتی جای بهتر از اینم پیدا کنم، ترجیحاً آره دیگه ارتفاعش زیاد باشه که راحت بتونید همه جا رو توی لاشکیو ببینید. من اینجا یه لاشکیو پیدا کردم که ارتفاع سقفش هم خیلی هم خوب هستش و یه جایی مناسب برای ساخت همین بیس لاشکیوی که میخوام بسازم پیدا کردم، همینجا ازش. خب اینجا رو راحت میتونید همینجوری پاک سازی کنید و یه جایی صاف در نظر بگیرید و احتمالاً بدنم حالا کفش رو درست میکنی، ولی کفش اگر همین از این ماس بلاک باشه خیلی خوب میشه. پس اولین مرحله برای ساخت خونه لاشکیو ساخت نمای خارجی هستش. بله، ما از خارج شروع میکنیم. میایید به این دیوار به ارتفاع 3 بلوک و به طول 11 بلوک میکنید. خب وسط این دیوار رو پیدا میکنید که اینجا هستش و اونجا 3 درس اینجوری هم میکنید، یعنی بیشتر میرید داخل و اون بالاش هم به حالا فاصله 5 بلوک میکنید، یعنی دو تا این ور دو تا این ور، این ورم که وسط هستش. این در واقع قرار دیوارهای نمای خارجی بشه. خب اینجا در واقع قرار در قرار بگیره. من اینجا رو مثلا از میتونم استریپ اوک استفاده کنم، اوک پلنکس برمیداریم. خب اینجوری میتونیم برای خونمون یه نمایی بزنیم. آهان، این برای ورودی هستش. درش هم که از اونور قرار بذاریم دیگه. من همین در اسپروس رو برمیدارم و اینجا یه در ایجاد میکنم. اینجا شد در واقع ورودیمون. بعدش میایم اینجا استرز برمیداریم، میاید یه بلوک جلوتر. خب اینجا دقیقا اینجا اینجوری، نه اشتباه شد، اینجوری. خب به فاصله، یعنی از این وسط که 3 تا بلوک فاصله میذارید و 2 تا استرز اینجوری میذارید، یکیش هم پشتش میذارید اینجوری. خب بالای استرز اینجوری قرار ترپدور بزنیم، یکی این ور یکی این ور، و الان قرار این ورش رو این ور هم کپی کنم. خب از همین وسط اگر شروع کنید، 2 تا اسلم اینجوری بر میدارید، اینجوری میذارید، بالاش یه دونه ترپدور اینجوری میذارید، دوباره 2 تا اسلب همینجوری جلش یه دکمه میذارید، زیرش یه دونه از این ترپدورها میذارید. خب پشتش یه دونه دیگه هم اسلب. خب اینجا دقیقا 1 بلوک از اینجا، از این دری که اینجا ساختیم، 1 بلوک جلوتر و 1 بلوک بالاتر هستش. خب زیر اینا استرز به این سمت میذاریم، یه حالت دایره شکل میخوام ایجاد کنیم دیگه. خب این بر که استر میذاریم، پشتش در واقع به این سطح جلویی خونه باید باشه که میخوایم در واقع اینجا پنجره ها رو بسازیم و اون بر هم یه شکل دایره ایجاد کنیم. پشت اینجا هم یه دونه استرز میذاریم، یعنی بالای این استرزی که سر و ته گذاشتیم و برعکس هستش. خب و این بر هم یه دونه اسلب میذاریم، این بالا جلوی اون استرزی که قبلا گذاشتیم، بعد این بالا باشه، زیر این ترپدور استرز اینجوری میذاریم. خب بعدش همون کاری که جلوی خونه هم انجام دادیم، خب برای پنجره ها هم انجام میدیم. به فاصله 1 بلوک استرز میذاریم، پشتش هم یه استرز میذاریم، ترپدور این ور،
و ترپدور اینور. خب الان اون قسمت چوبیه یعنی فریم نمای خارجی این خونه لاشکیف درست کردیم، بعد این دیواراش مونده. برای دیواراش خیلی کارا میشه کرد، ولی من خودم تصمیم گرفتم که از کاپر استفاده کنم. من برای وسط خونه خب از این کاپرهایی که زنگ نزدن استفاده میکنم. خب اینجا اینجا یه دونه این پایین، دوتا این بالا و یه دونه هم این وسط. خب اینایی که از این کات کاپرها هستن خب برای این قسمت هایی که استفاده کردم گذاشتم. خب و به همین خوبی برای این اینجا هم اینجوری میتونید حالا این کارو بکنید. خب اینجوری میتونید بهش هم شکل بدید. خب اینجا هاش هم ترپ دور بذارید. خب آها آه. البته مواظب باشید که اینا بازا بسته میشن، دوباره باید اینا رو بردارید دوباره بذارید. برای این ور هم اینجاها من از این کات کاپر هایی که اکسیدایز شدن استفاده میکنم. خب این ور هم همچنین. خب و برای شیشه ها از همون گلس پین های معمولی استفاده میکنم، رنگشون باحال تر هستش. خب بفرمایید، اینم از این و نمای خارجی این حالا خونه تموم شد و الان میریم دکوریشن نمای خارجی. خب برای دکوریشن چه کارا میشه کرد؟ اولا اندش که اینجا تو لاشکیف هستیم، خب همه جا ماس پیدا میشه، بنابراین حالا بومیه رو بردارید همینجوری بزنید. میبینید که اینا رو نمیشه بومیه زد، پس اینا رو بر میداریم. خب و به جاش از همین استون ها میذاریم که بتونیم بومیهشون کنیم. جلوی خونه رو میتونید خاک بذارید. خب همینجوری خاک بذارید، چون حالا میخواییم پس یه جایی راه ایجاد کنیم برای این خونه لاشگیویمون، از همین خاک ها میتونید استفاده کنید و روش با شاول بزنید که اتفاقا به اینجا هم خیلی میاد، خیلی هم خوب دیده میشه. برای استرز هم میتونید از اسلب اوک استفاده کنید، چون که همرنگ این پس بلاک ها هستن. خب اینجوری به همین راحتی میتونید راه ایجاد کنید برای لاشگیویتون. خب همینجوری هم درخت های ازلیا خودشون دکوریشن ایجاد میکنن دیگه، ولی اگر میخواید جلوی خونتون روشن بشه زیر این فرش های ماس خب میتونید اینجا تورچ بذارید و روش رو دوباره با همین ماس کارپتا بذارید که جلوی خونتون روشن بشه. علاوه بر اون از لنترن استفاده کنید، یه دونه لنترن جلوی خونه بذارید همینجا بسته. خب به خدا همین بسته و به اندازه کافی روشن میکنه، دیگه لازم نیست اینجاها بذاریم. اگر گراول یا اوری چیزی باشه که اینجاها رو زشت نشون میده اینا رو بردارید و با همین استون ها و این ماس ها جایگزین کنید. اینجوری میتونید یه حالت آویزی مانندی ایجاد کنید که یه حالت دکوریشنی به همین بیرون خونه میده دیگه. خب ببینید من همین کارهایی که میکنم، شما هم همین کار رو انجام بدید و میتونید همینجوری دکوریشن ایجاد کنید. علاوه بر اون از ماسی کابلستون هم میشه استفاده کرد، خب چون تکسچرش نزدیک به این ماس ها هستش. خب میتونید از اینا استفاده کنید، از استرز و اسلبش هم میشه استفاده کرد. اوکی من به اینجا یکم دست کشیدم، اینجا یه مسیری ایجاد کردم که با همین اسلب های اوک هستش. اگر دنبال اوک هستید با همین ازلیا ها میتونید بگیرید، یعنی چند تا استخون هم اونجا بکشید. خب با استخون هاشون بومیل بگیرید و به این ازلیا بزنید تا اینکه درخت ازلیا رشد کنه و ازش میتونید اوک بگیرید. به همین راحتی، یعنی درخت اینجا میتونید بازم رشد بدید و حتی میتونید زغال هم برای ذوب کردن سنگ ها هم از اینا بگیرید. من اینجا یه مسیری زدم، اینجا مثلا به یه غاری ختم میشه که شما میتونید از همین مسیرها بسازید توی غار خودتون. و اینم نمای خارجی خونه است. من اینجا یه چند تا اسلب هم اضافه کردم، دو تا اسلب بالای این حالا این ستایی که اینجا هستش، کنارش دو تا اسلب این بالا میذارید، یه دونه پله پایینتر یه دونه پله پایینتر. این ورش هم همون کار انجام دادم و همینطور این دیوار پشتیش هم ماس گذاشتم. و آخرش هم میتونید از این اسپور بلاسم ها استفاده کنید. خب حالا پشت یه بلوکی چیزی اگه تونستید قایمش کنید که مثلا اگر دوست نداشتید همینجوری قایم بشه همونجا، یا اگر دوست داشتید همینجوری میتونید بذارید اینجا. خب من اینجا گذاشتم و اینجوری از این پارتیکل ها همه جا پخش میشه که واقعا فضای دلشینی ایجاد میکنه. برای روشنایی بیرون خونتون میتونید از همینا هم بذارید. خب اولش اینجوری باید بیاریدش پایین و بعدش با میل بزنید که از این گلوبری ها روش کنه. به همین زیبایی میتونستیم خارج خونه رو بسازیم. الان میریم قسمت داخلی خونه که آره دیگه باید بکنیمش.
متناسب با اون حالا شکل خونه‌ای که شما دلتون میخواد، خب اینجا رو میتونید بکنید. خب من فقط صرفا حالا 5 به ارتفاع 5 میکنم، خب که بتونم حتی سقفش هم درست کنم. ولی اینکه خونتون چقدر بزرگ باشه بستگی به خودتون داره که به چه اندازه‌ای داخل خونتون میتونید میخواهید بسازید. خب برای ابعاد داخل خونه باید چی کار کنیم؟ اینجا که حالا نمای خارجی خونه هستش، من گفتم اولش که 11 بلوک هستش، خب و این بلوک هم در واقع وسط خونه هستش. شما بیاید یه بلوک از این ور و یه بلوک از این طرف فاصله بدید و 13 بلوک برای عرض قسمت داخلی خونه در نظر بگیرید. برای ارتفاع خونه میتونید 6 بلوک در نظر بگیرید، یعنی کفش هم باید حساب کنید. اینجا که کف هستش، کف رو هم بکنید که حالا اون یعنی جاهایی که باید بکنید رو من میگم و بعدا قرار همه اینا رو پر کنیم. اینا یه هم که من گذاشتم برای ستونه هستش. و برای طول خونه هم 18 بلوک در نظر بگیرید. حالا میرسیم به قسمت چهارم خونه که گذاشتن ستونها، کف و سقف هستش. همین کنار این ورودی که هستش، خب اولا این بالاشو دوباره اوک بذارید، خب و کنار ورودی دوتا اینجوری بلوک بذارید و تا آخر برید بالا. خب این جاهایی که کندیم، خب این قسمت آخر رو هم حتی برید بالا اینجوری میذاریم و کنار پنجره ها هم دوباره ستون میذاریم اینجوری. خب تا آخر میریم بالا. این به ارتفاع 4 هستش ولی این یکی ها به ارتفاع 5 هستش. از این ستونایی که کنار در خونه هستن 5 بلوک فاصله میگیریم و یه بلوک میذاریم که جزء کف خونه هستش و اینجا هم یه ستون دیگه هم میذاریم که به ارتفاع 5 هستش. به قرینه اون هم اینجا هم یه ستون میذاریم و 3 تا بلوک فاصله میدیم، خب و اینجا هم دوباره یه ستون دیگه هم میذاریم هر طرف این ستون ها. یه سمت دیوار رو انتخاب میکنیم و براش 1 2 3 4 5 6 7 8 بلوک فاصله میگیریم و دوباره یه ستون دیگه هم میسازیم. 3 بلوک فاصله، دوباره یه ستون دیگه به ارتفاع 5 و 3 بلوک فاصله و یه ستون دیگه. ولی این ستونی که این گوشه قرار میخواییم بدیم و دیگه نمیذاریم، خب برای اینکه اینجا من در نظر گرفتم که بعدن یک انچنتینگ حالا تیبل بذارم اینجا و برای بوکشلفا در نظر گرفتم، برای اینجا ستون نمیذارم. برای این سمت که یه ستون گذاشتیم 4 تا بلوک فاصله میدیم و یه ستون دیگه هم اینور میسازیم. خب برای کف از همین استریپ اوکلاکا میخوام استفاده کنم. همون جاهایی که ستون گذاشتیم، خب همون جایی که ستون گذاشتیم کلا زیرش رو از این استریپ اوکلاکا میذارم همینجوری به یک سمت. بعد اینکه کف رو گذاشتید میاد این قسمت آخری خونه، این جلو رو ول کنید خب و این ستون ها رو که دیدید کلا به هم وصل کنید. خب کلا اینجوری به هم دیگه وصل کنید اون بالاشون رو، خب اونجایی که به سقف میرسن این وسط رو ول کنید، این پشت رو هم ول کنید. بعدش این چیزایی که اینجا هستش رو بردارید. خب کابل دیپ اسلیت اسلب و استرز، پالش دیپ اسلیت استرز و اسلب، اسپروس استرز و ترپدور هم بردارید. اسپروس استرز رو میاید جلوی خونه جلوی این ستون ها، خب اینجوری استرز میذارید. این بالا هم خب یه دونه از اون بالا فاصله میگیرید و اینجا هم استرز میذارید، خب به این شکل، خب یه دونه از اون بلوک فاصله میگیرید. خب بعد اینکه اینا رو گذاشتیم، خب اینجا که زیاد معنی نداره، خب اینا رو من پر میکنم چون قرار نیست دیده بشن. اینا رو اشتباهی کندم، اینا رو دوباره میذارم. خب اوکی، بعدش که اینا رو گذاشتیم این کنارها رو ترپدور میذاریم و این بالا رو هم سه تا ترپدور اینجوری میذاریم. این کابل دیپس استرزا رو بر میداریم و به این شکل خب کل اینجا رو از اینا پر میکنیم به این شکل، خب که اینجا در واقع برای 5 تا بلوک خالی بمونه. خب اینجایی که خالی موند رو با این پالش دیپ اسلیت استرزا پر میکنین و هر از گاهی هم به جای اینکه از این استرزهای کابل دیپ استفاده کنید میتونید از این پالش را هم استفاده کنید برای اینکه تنوع ایجاد بشه. خب به این شکل میایید این سمت جلوی خونه که اینجایی که ستون گذاشتید، خب به این شکل، خب به سمتی که اونجا پشتش استون باشه اینجوری استرز میذاریم. خب و بعدش هم بین این استرزا از اسلب اسفروس استفاده میکنیم. اینا من یادم رفت. خب اینجوری به هم دیگه وصلشون میکنیم و دوباره از همین پال کابل دیپ اسلیت استرزا استفاده میکنیم برای سقف اینجاها.
کف و سقف اینجا تموم شد، الان دیواراش مونده. خب برای دیواراش من در نظر گرفتم که از این کلسایت استفاده کنم. شما کلسایت رو داخل اون امتیست حالا جیوتا میتونید پیدا کنید، بالای کوه ها هم پیدا میشه، یعنی بالای کوه ها برید از این رشته هایی از این کلسایت ها پیدا میشه دیگه، مثل یک کیفته کمیاب نیستش. خب اینجاها رو من اینجا هم کلش رو میتونید کلسایت کنید، ولی خب برای اینجا آشپزخونه بشه و پشتش دیده نشه، برای همین محدود استفاده میکنم، تا اینکه اگر کلسایت لازم داشتید به همون تعداد که من بهتون اول ویدیو گفتم برید بگیرید. میایید اینجا و این ستونهای وسطی رو هم پر میکنید، من اینجا رو یادم رفت. خب و بعدش میایید اینجا پشت این قسمت ورودی از این دیپ استرزا استفاده میکنید. خب اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور، و بقیهش رو کلن با کابل دیپ سلیت اسلب پر کنید. خب به همین راحتی. دیوارای اینجا هم بسته به نیازتون میتونید از همین کلسایت ها استفاده کنید، ولی من چون گفتم که برای یه چیز خاصی میخوام حالا اینجا مثلا میخوام بوکشلف بذارم و اینجور چیزا، خب برای همین از کمی کلسایت ها برای دیواراش استفاده میکنم. خب اینجوری، یعنی همین اینجا بوکشلف قرار بشه، اینجا هم قرار تخت بذارم که بعد اینکه الان که اینا تموم شد میرسیم به مرحله آخر که دکوراسیون داخلی هستش. برای داخل خونه من چند تا اتاق در نظر گرفتم. اینجا رو میخوام آشپزخونه کنم، اینجا رو میخوام چسروم کنم، اینجا تختم رو میخوام بذارم، انچندینگ تبل، فرنس ها و چیزایی که برای نمایش میخوام بذارم هم اینجاست. اینجا هم که یک کوچولو جا مونده، من مثلا میتونم انویل بذارم، اسمیتینگ تبل بذارم و اینجور چیزا. خب ولی اولش بین این دیوارا یادتون نره مثل من که اینجوری فنس بذارید که شبیه دیوار میشه ولی کاملا دیوار نیستش. میشه دیوارش کرد خب، ولی من میخوام کل خونه دیده بشه، چون که داخل غار هستیم یکم فضاش خفه هستش و بهتره که از همین فنس ها استفاده کنیم که کل خونه دیده بشه و احساس خفگی نکنیم که چقدر اینجا کوچیکه. خب بعدش فرنس برمیداریم. خب اول از همه از همینجا شروع کنیم، فرنس، بلاست فرنس و اسموکر. خب اینا رو برمی‌داریم. فرنس ها رو میتونید اینجا 4 تا بذاریم. خب اینجا 4 تا بلاست فرنس هم اینجا میذاریم. خب اینجا رو پوشش میدیم، دو تا اسموکر هم اینجا میذاریم. اینجا میتونیم یه دونه پینتینگ بذاریم. خب این وسط فرنس ها، خب اینجا من یه دونه پینتینگ گذاشتم، اینجا کلا تکمیل شد. خب میایم اینجا، اینجا هم میتونیم، خب بذار ببینم، آره یه دونه هاپر برمی‌دارم. خب اینا یکیش به این، یکیش باید به این سمت باشه، یکیش به این سمت. خب اینا رو اینجوری میذارم، دو تا وال بر میدارم، وال دیپ سلیت، پالش دیپ سلیت. خب اینجوری میذارمش، این بالا رو هم اسلب دیپ سلیت میذارم، این شد در واقع هود. خب برل بر میدارم، اینا هم برای کابینت ها. خب دو تا استرز هم بر میداریم از این اسپروس استرزا. خب بالاش میتونیم حالا پات هم بذاریم برای دکوریشن که گلدون بذاریم داخلش. اینجا هم اگر یادم باشه، خب اگر یادم باشه میتونیم از کالدرن استفاده کنیم. خب اینجوری، و حالا از تریپ وایر هود هم برای شیر استفاده کنیم. خب این از این برای آشپزخونه کلا. خب میتونید داخل اینا رو هم پر آب کنید که جالب دیده بشه، شبیه سینک شد دیگه اونجا. خب اینجا که خالی میمونه، کرافتینگ تیبل باید همه جا تقریبا بذاریم. خب من دو تا کرافتینگ تیبل اینجا میذارم، دو تاش هم اینجا میذارم. خب من برای اونجایی که مثلا بروینگ سن میخواییم بذاریم، همینجوری میتونیم مثلا بروینگ سن بذاریم اینجا. خب البته شما اگر خواستید میتونید اتوماتیکش هم کنید. خب اینجا رو بکنید و اتوماتیکش کنید، اینجا بکنید مثلا چست بذارید که حالا اینپوتش باشه، این پایینم چست بذارید که آتپوتش باشه. میایید این سمت و چست برمیداریم. خب اینجا در واقع من بیشتر همینجور اسپم چست میکنم، خب که دیگه به اندازه کافی چست باشه. اینجا هم همین کار انجام میدیم. خب اینا همشون باز میشه، خب چون بالاشون استرز هستش. برای روشنایی هم میتونید از لنترن استفاده کنید، من دو تا لنترن بذاشتم، اینجا میذارم، اینا رو هم اینجا میذارم، اینا رو هم اینجا میذارم. علاوه بر لنترن میتونید کف رو اینجوری بکنید. خب من رندوم دارم میکنم، من یکم تورچ برداشتم برای اینکه کف رو روشن کنم، همینجوری تورچ میذارم. خب بالای تورچ ها از ساین کارپت استفاده میکنم، چون که ساین کارپت به این دیوارها میاد، خیلی مناسب اونا هستش. اینجوری میذارم،
و بقیه رو هم همین وول میذارم که آره دیگه به این رنگ در میاد. اینجا هم وستش کنیم مثلا. خب بفرما. اینم از فرشمون که هم روشن کردش و هم زیبا دیده میشه. پس اون قسمت خونه تموم شد، اینجا هم تموم کردیم. اینجا میایم چند تا بوکشلف برمیداریم. خب اینجا که میبینید اینجا یه دونه بوکشلف مخفی میذاریم، برای اینکه همه این چند تا سی لول رو بگیریم باید اونجا یه دونه بوکشلف مخفی بزنیم. خب این برم 4 تا بوکشلف این پایین، 3 تا بوکشلف این بالا، 2 تا بوکشلف اینجا و یه دونه هم اینجا. اگر انچنتینگ تیبل هم اینجا بذاریم، خب این وسط باید بذاریم و میبینید که 3 تا لول کامل من میتونم از اینجا بگیرم. بالای بوکشلف ها هم میتونید پات بذارید اینجوری. خب همینجوری پات بذارید. لنترن هم میتونید بذارید، لنترن رو میتونید همینجوری بالای بوکشلف ها بذاریم. خب یا یعنی که از اینجا آویزیونش کنیم. میرسیم به اینجا. خب اینجا اوک پلنک برمیداریم اینجوری میذاریم. من تخت سایه میخوام استفاده کنم. اینجا اینجوری ترپدور اسپروس برمیداریم و بالای تخت اینجوری خب ترپدور میذاریم و بالای ترپدورها یه تخت دیگه هم میذاریم. خب اینجوری از لدر استفاده میکنیم، دو تا برای اینجا، برای اینکه اگه مثلا دو نفر اگه خواستن اینجا زندگی کنن یکیش از اینجا بره بالا. خب البته اینجا میتونید دوباره پات بذارید یا مثلا پینتینگ. خب پینتینگ رو برمیداریم اینجا، مثلا میتونید پینتینگ بذارید به همین زیبایی. اینجا هم یه دونه انویل، یه دونه اسمیتینگ تیبل، یه دونه استرز هم گذاشتم که البته استرز اسپروس باید بذاریم. خب و بالاش هم یه دونه استون کاتر و اینجا هم یه دونه لوم گذاشتم. اگر به اندازه کافی جا ندارید توی چستاتون میتونید اینجا رو هم خب از این حالا برل ها استفاده کنید و جای بیشتر ایجاد. اینجا رو بیشتر در نظر گرفتم که اگر شما چیز خاصی خواستید بذارید یا مثلا خواستید ماین بزنید از همینجا یا یه اتاق دیگه اصلا بکنید برید درست کنید، ولی من صرفا میخوام از این آرمور استنده استفاده کنم. خب یکیشو اینجی میذارم، یکیش هم اینجی میذارم. این بالا رو هم ترپدور میذاریم که یه جورایی اون انحنای این حالا برل هایی که گذاشتیم رو کاهش بده. و منم این وسط اومدم جوک باکس گذاشتم که چون که حال میده. آره آهنگ حال میده. و آخرش هم مثل همینجا که فرش گذاشتیم من میام اینجا هم فرش میذارم. به انتخاب خودتون میتونید رنگ انتخاب کنید برای همه چیز، برای همین بتا هم. خب و من از همین سایند میخوام استفاده کنم. این لنترنا هم یادتون نره. و این خونه تموم شد. بله کلن تموم شد این خونه و به همین زیبایی تونستیم یه خونه داخل لاشکیو، حالا ربطی نداره لاشکیو باشه، میتونه هر غاری باشه خب، ولی چون بیرونش لاشکیو هستش خیلی زیبا دیده میشه. ببخشید اگر توضیحات ناکافی بود، اگر سوالی چیزی داشتید من تو کامنت ها هستم. فایل لایتماتیکای این خونه رو هم من تو سرور دیسکوردم میذارم که بتونید دانلود کنید. و البته یه چند تا خونه لاشکیو دیگه هم طراحی کردم که اونا رو هم آموزشاشو براتون میذارم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و تا آموزش خونه بعدی با شما خدافظی میکنم. خدافظ.